درود بر بینندگان و شنوندگان محترم سی این با آموزش ریاضی در خدمت شما عزیزان هستیم خب امروز آموزش درس پانزدهم رو داریم لسن 15 در درس پانزدهم در مورد ادینگ ان subtracting نگتیو نامبر صحبت میکنیم یعنی در مورد جمع و تفریق اعداد منفی خب بریم جلوتر با توضیحاتی که در مورد این موضوع هست شروع میکنیم در این صفحه To add and subtract negative numbers we can use a number line یکی از راه های خیلی آسونی که ما میتونیم جمع و تفریق بین اعداد منفی رو داشته باشیم استفاده از نامبر لاین هست بچه ها لاین یعنی محور اعداد میتونیم اینجا داشته باشیم محور اعداد we add, we move to the right. And when we subtract, we move to the left. میگه اگر شما خواستی اد کنی عددی رو به اون عدد منفی حرکت محور باید به سمت راست باشه و اگر سابترک خواستی بکنی یعنی خواستی تفریق و منها داشته باشی باید حرکت به سمت چپ باشه که اینجا شما در این نامبر لاین میبینید که اینجا یه نامبر لاین نکشته شده و این توضیحات رو باز در پایین نوشته شده در صفحه بعدی Example One، minus توری اد 5 منفی سه به اضافه 5 The first number is the starting point We start at minus three خب ما از باید منفی سه شروع کنیم یعنی اینکه استارتمون باید از منفی سه باشه خب بعد چی کار میکنیم وی آر ادینگ سو وی آر مووینگ تو د right پس میایم اینجا یه دونه محور میکشیم نمبر line وسط زیرو سمت راست مثبت سمت چپ منفی از ماینس 3 گفته شروع کنیم. سه قسمت جدا میکنیم این میشه ماینس 3 بعد میایم از اینجا به سمت ببینید عدد مثبت هست پس باید به این سمت حرکت کنیم به این فلشمون باید به این سمت باشه چند ها؟ به اندازه به اندازه 5 واحد پس شمارش می‌کنیم 1 2 3 4 and 5 به اندازه 5 تا به کجا رسیدیم مثبت 2 فلشمون رو کامل می‌کنیم پس به اندازه مثبت 5 حرکت کردیم و رسیدیم به positive 2 در صفحه بعدی دوباره شیک کشیده شده we move 5 space to the right minus 3 add 5 equals 2 و همونطور که در شکل میبینید عدد به مثبت 2 رسیده و جواب این عبارت positive 2 به دست میاد مثال بعدی example 2 عدد خودش نگتیو هست ماینس تو هست و ماینس سیکس میخواد بشه یعنی هر دو تا عدد نگتیو هستن The first number is the starting point. We start at minus 2 یعنی از اول، از عدد اول شروع می به حل کردن. We are subtracting. So we are moving to the left چون داریم منها میکنیم پس باید حرکتمون به سمت چپ باشه اینجا باز من یه نامبر لاین براتون میکشم بچه ها سمت راست مثبت سمت چپ و بیشتر میکشم چون میزان عدد بیشتری رو احتیاج دارم تقسیم بندی ماینس وان 4 5 6 7 and then 8 فکر میکنم کافی باشه خب میانیم start میزنیم از minus 2 از این نقطه میتونیم pointش کنیم start point کنیم. از اینجا شروع کنیم نقطه رو از اینجا بذاریم بچه ها حرکت کنیم minus 6 بشمون 1 2, 3, 4, 5 and then 6 پس اینجا نقطه آخر هست جواب minus 8 میتونم فلش رو بکشم تا به اینجا و بالاش هم به میزان واحدی که رفتم رو حتی بنویسم که minus 6 move to the left حرکت کردم منفی 6 تا به سمت چند و در صفحه بعدی باز شکل کشیده شده We move 6 spaces to the left minus two minus six equals minus eight بسیار عالی مثال بعدی اگزمپل 3 minus 4 add minus 5 The first number is the starting point. We start at minus 4. We are adding so we are moving to the right. خب بچه ما باید به سمت میگه چون اد هست ما باید به سمت راست حرکت کنیم اما we move we move minus 5 space to the right this means we move five space to the left. پس معنی این عبارت دوباره همون میشه که در حقیقت بازم ما با 5 تا واحد باید به سمت چپ حرکت کنیم بهتر هستش که وقتی که شما مواجه شدی با این عبارت که بین دو تا عدد علامت مثبت بودش این علامت مثبت رو ایگنور کنید بچه ها و مثل حرکت گذشته بیاین ماینس 5 رو استارت بزنید و به اندازه ماینس 4 رو استارت بزنید و به اندازه ماینس 5 به سمت لفت حرکت کنید و به نقطه ماینس 9 برسید خب میریم جلوتر اگزمپل فور تو ماینز ماینز خب حالا بچه ها اینجا چی کار کنیم دو تا ماینز در کنار همدیگه یک قانون بسیار کلی وجود داره اگر دوتا ماینز کنار همدیگه قرار گرفتن همون موقع دور این دوتا خط بکشید و بچه ها جواب جواب دوتا ماینز میشه پازیتیف یعنی علامت مثبت که در ضرب علامت ها در جلسات بعد من به شما آموزش میدم که ضرب دو علامت منفی مثبت هستش the first number is the starting point we start at the, at 2 we are subtracting so we are moving to the left بله، ما باید به سمت منفی بریم چون بین دو عددمون منفی بودش we move man We move negative 5 spaces to the left This means we move 5 spaces to the right و این به این معنی هستش که وقتی که این دوتا عبارت ببینید جوابش میشه Positive پس من باید از دو شروع کنم و تا برم به سمت مثبت و جواب من در میاد مثل این میمونه که من بگم تو add add 5 و به همین جور که توی به همین صورت که در تصویر میبینید بچه ها از نقطه مثبت دو شروع شده از این نقطه و به مثبت هفت جواب ما رسیده و جواب این عبارت به این صورت به دست میاد خب میریم صفحه بعدی work out خب بچه من اینجا میخوام شما رو تشویق کنم که قلم و کاغذ رو بردارید و شروع کنید که هر کدوم از این ها رو اگر نمیتونید به صورت ذهنی به دست بیارید از نمبر لاین استفاده کنید و جواب ها رو بنویسید برای عبارت اول 5 minus 9 هستش بچه من اگه یه نمبر لاین بکشم و از عدد 5 شروع کنم 1 2 3 4 and 5 میتونید اینا رو شمارش هم پایین بنویسید که لاینتون زیباتر باشه نام به لاینتون خب من نقطه شروع هم اینجاست بچه ها. مثبت 5 اما به چه میزان میخوام حرکت کنم ماینس 9 9 تا میخوام به سمت لفت برم به این سمتی بچه ها پس این رایت هن ساید این لفت هن ساید منفی خب حرکتم رو میکنم تا اینجا که پنجتا شمارش اصلا شده پس ادامه 1 2 3 4 minus 1 minus 2 میند 3 minus 4 و ادامه چهار تا دیگه به اضافه اون میشه 9 تا و به اینجا میرسه. از اول شمارش کنیم با هم بریم جلو. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. رسیدیم به minus4 پس جواب ما میشه ما4. خب. بریم شکل دوم. در شکل دوم خود عدد ما منفی هست ماینس 7 هست پس لاینش رو میکشیم از ماینس 7 میخوایم شروع کنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7 بسیار عالی به چه میزان میخوایم حرکت کنیم؟ پس استارت پوینت رو میزنیم، میریم به سمت مثبت. One, two, three, four. کجا رسید؟ ماینس Three بالا این میتونیم بگیم چهار موو four number to the right اند then رسید به ماینس تری بسیار عالی خب بریم بعدی استارت minus 8 استارت ماینس ایت خب این تقسیم بندی باید بچه خیلی کوچیک تر باشه که من بتونم کلش رو به شما نشون بدم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minus 8 از اینجا میخوام start بزنم minus 10 10 تا دیگه با میخوام بازم برم به سمت منفیا یعنی به سمت move to the left پس اینجا شمارش میکنم 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 and then 18 و شماره شم رو میکشم. محورم -10 حرکت کردم نقطه شروع با یه رنگ دیگه براتون نشون میدم بچا این نقطه شروع من هست به چه میزان حرکت کردم؟ ماینس 10 حرکت کردم هر دو تا منفی هر دو تا نگتیو نامبر و جواب رسیدیم به ماینس 18 ماینس 18 بسیار عالی اگر شمارش کنیم به همون میزان ده تا باید ما حرکت کرده باشیم بشماریم بچه ها 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10 بسیار عالی خب بریم next question بریم سوال بعدی در سوال بعدی uh, minus 2 هست add minus 11 11 بهتون گفتم بچه ها اگر مثبت بین دو عدد بود ایگنورش میکنیم و انگار ندیدیم و خوانده نمیشه به نوعی پس عددمون وقتی دو علامتی بود اگر مثبت بود ایگنور میشه اما اگر منفی بود مثل سوال بعدی جواب این دوتا میشه مثبت پس دقت کنید مثبت بود ایگنور میشه دو تا علامت کنار هم دیگه اما اگر منفی بود جواب میشه دو تا منفی کنار همدیگه میشه مثبت خب پس -2 -11 محور بکشیم از -2 میخوایم شروع کنیم 1 and 2 به اندازه 11 میخوایم بازم به سمت منفی ها حرکت کنیم 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and then 13 خب من همینجا -13 به اندازه 11 بعد حرکت کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then 11 پس اگر از اینجا به اینجا ما حرکت کنیم به اندازه ماینز 11 به سمت left hand side بس موو تو د لفت حرکت کنیم به سمت چپ میرسیم به ماینز 13 و جوابم رو اینجا می نویسیم. بسیار عالی خب اگه میخوایم محور رو بچه ها داشته باشین یا امکان داره که یه مقدار تر از من شما حل کنیم میتونیم ویدیو رو پاس کنیم محورها رو بکشید و بعدا که من چون پاک میکنم بتونید برید سوال بعدی خب سوال بعدی رو که توضیح دادم دو تا ماینس در کنار همدیگه جواب میشه positive نمبر جواب دو تا عبارت یعنی مثبت هست بعد با هم جمع بشن در عبارت 7 add nine. مثل میونه که دو عددی که علامت ندارن یا علامت مثبت دارن رو ما میخوایم اینجا با هم جمع کنیم. جواب میشه 16. positive 16 که باز این رو من میتونم به استباه استفاده از محور اعداد یعنی نمبر لاین مشخصش کنم. میکشم نمبر شو اینجا نمبر لاین من باید سمت مثبت بیشتر باشه پس زیرو رو اینجا میذارم نقطه شروع نمبر 7 هستش 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 و به اندازه 9 باید به سمت مثبت دوباره حرکت کنه 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and then 16 خب اینجا ما میتونیم تمام اینها رو از مثبت یک شروع کنیم به نوشتن بچه ها هیچ اشکالی نداره اگر تایم داشته باشین تمام اینها رو عددهاش رو زیرش بنویسید و با توجه به این عداد خب شاید بهتر متوجه بشید که ما داریم چه مسیری رو طی کنیم و مهم اینه که شما شمارشی رو که دارین انجام میدین به همون میزان باشه پس از ماینس 7 از این نقطه شروع کردیم به اندازه 9 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 and then 9 حرکت کردیم مثبت 9 و رسیدیم به پازیتیف 16 بسیار عالی میریم سال بعدی بچه ها خب این قانون دوباره برای این داره این عدد تکرار میشه اما تفاوت بین این عدد اینه که استارت ما از نقطه منفی پنج هست پس ماینس فایب ماینس ماینس تویلو که ماینس در ماینس میشه پازیتیف مثبت پس به عبارتی من میخوام منفی نگتیف فایب or minus 5 add 12 کنم اینجا این به این صورت میخوام جوابم رو به دست بیارم نقطه شروع منفی 5 هستش و 12 رو به سمت مثبت ها میخوام حرکت کنم از اینجا شروع میکنم از 0 رو اینجا میذارم 1, 2, 3, 4 and then 5 minus 5 شروع میکنم چند تا میخوام حرکت کنم 12 5 تاش اینجا رفتم 7 تا دیگه باید برم 1 2 3 4 5 6 7 شمارش کنیم بچه ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and then 12 به اندازه پازیتیو 12 حرکت کردیم به سمت بله درسته به سمت رایت right به سمت مثبت ها پازیتیو و رسیدیم به مثبت 7 positive 7 خب حالا امکان داره از من شما سوال کنید بچه ها تنها راهی که من میتونم جواب بین این عبارتی که به صورت add or subtracting negative number هست تنها راه فقط نمبرلاین لاین هست یعنی هیچ روش دیگه وجود نداره که من بخوام جواب این عبارت رو به دست بیارم پاسخ من این هستش که چرا؟ در ابتدای امر که ما میخوایم مفهوم رو متوجه بشیم بهتر این هستش که از نامبر لاین استفاده کنیم اما به مرور شما دیگه نیازی نداره که نامبر لاین بکشیم و میتونید از روش های دیگه هم استفاده کنید روش دیگه به این صورت هستش که شما روابط و اون علامت هایی که بین اعداد هستش رو یاد بگیرید زمانی که ادینگ اور سابترکتینگ بود بین نمبرها یه سر قوانین داره بچه ها. قانون اول این هستش که علامت هاشون سیم باشه علامت ها سیم باشه یعنی چی سیم باشه؟ یعنی هر دوتا مثبت باشن یا هر دوتا منفی باشن خب پس نامبر هامون علامت هاشون سیم باشه در موردی که هم علامت باشن یعنی نمبرها ها علامت هاشون سیم باشه اینها با هم جمع میشن پس یعنی اعداد با هم اد نمبر نمبرز خب اد نمبرز اینها باید با هم جمع بشن و یکی از علامت ها نوشته میشه مثال میزنم مثلا در نظر بگیرید پازیتیو 6 positive 10 خب میگم اینا سیم هستن علامتهاشون علامت هاشون سانگشون سیم هستش پس اینجا با هم جمع میشن میشه 16 یکی از علامت هاشون رو می نویسیم. ببینید خیلی آسان تر شد بچه ها و میتونه هر دوتا دی... نگتیف باشه اما باز هم اینها با هم دیگه هم علامت هستن هر دو منفی یا هر دو مثبت میتونم بگم بو سافتم نگتیو اور باس سافتم پوزتیو هر دوی اونها مثبت یا هر دوی اونها منفی بچه ها میشه نگتیو 16 و اون وقت هستش که اینجا یکی از علامت ها نوشته میشه خب الان در عبارتی که اینجا موندهش این عبارتمون که دیفرنت هست یعنی قسمت بعدی توضیح منه اما در پایین وقتی که من این دوتا منفی رو میام در هم زرد میکنم میشه مثبت، یعنی هر دوتا علامتمون بعدا میشه به این صورت میشه چون مثبت هست جواب میشه 20 positive 16 add 4 equals positive 20 یا خود 20 یعنی عدد میشه 20 در مورد این عبارت اینجا با هم فرق دارن not same سیم نیستن بچه ها یا different یکی مثبت یه دونه منفی یا اولی یا دومی فرقی نمیکنه مهم اینه که این دوتا از هم چی میشن سابترک میشن بچه ها سابترک میشن یعنی از هم باید کم بشن و جواب عدد بزرگتر نوشته میشه علامتش علامت عدد بزرگتره یعنی چی؟ یعنی که اگر من اینجا بنویسم منفی 5 add 8 گفتم اینا باید سابترک بشن میشه 3 نمبر 3 و چون هشت بزرگتر از پنج هستش جواب میشه positive 3 ببینید این یه راه خیلی آسونی شد که شما بتونید بدون استفاده حتی از نامبر لاین هم جواب عبارت رو به دست بیاریم در صفحه بعدی Here are four numbers اینجا ما به صورت مسائل اومدیم حالا از این عبارت های منفی استفاده کردیم write one of these number in each box to make خب میگه که از این چهارتا تا عبارتی که اینجا هست چهار تا نامبری که اینجا هسته شما دو تا شما باید داخل این عبارت قرار بدی اما جوابت باید بشه ماینس 9 خب نگاه میکنم من گفتم اگر بچه ها سیم باشه علامت ها یعنی به این صورت باشه جواب میشه ماینز ناین یعنی اینجا من منفی پنج رو با منفی چهار رو بردارم و داخل این دوتا باکس قرار بدم و جوابش هم میشه ناین و جواب درستی هستش که برای این عبارت من میتونم به دستش بیارم اما اگر بخوام یکی رو مثبت و یک رو منفی بذارم اون موقع هستش که جواب من نگتیو 9 ماینز ناین به دست نمیادش خب این با توجه به همین توضیح صفحه قبل من بودش که خیلی راحت دیگه اون وقت شما این سوال رو میتونید حلش کنید. سوال بعدی Here are four numbers. اینجا ما چهار تا عدد داریم ماینز 2 two and then seven write one of these number in, in each box to make a correct calculation برای اینکه ما درست حسابمون در بیاد بچه ها خب خیلی راحت اینجا من میتونم بیام عبارتی رو بنویسم اینجا دیگه از قانون نات same different باید استفاده کنیم بچه ها چون علامت منفی هست پس عدد بزرگتر من حتما باید منفی باشه دقت کنید و هیچ جوری اگر از بین این چهار تا من انتخاب کنم نمیتونه که مثلا جمع این دو تا پنج به ما بده پس در حقیقت باید یه دونه علامت هم منفی باشه یه دونش مثبت باشه به این صورت که اختلاف بین این دو علامت که از هم سابترک بشن و جواب ما بشه ماینس 5 و به همین صورتی که دارین توی تصویر میبینید ما جواب رو میتونیم به دستش بیاریم بسیار عالی صفحه بعدی Here are four numbers حالا باز چهار تا ما عدد داریم write one of these number in each box to make a correct calculation خب اینجا باز نگاه میکنیم ببینید دقت کنید در سوالات قبل بین باکس همون علامت مثبت بود اما اینجا بین باکس همون نگتیو نمبر هست و هر دو تا سوالی که دارین توی تصویر میبینید پس خیلی مهمه که شما دقیقا اون عددی که درست هستش رو تعیین کنید برای قسمت اول میتونید به این صورت بنویسید که چطور میشه که دو عدد جوابشون بشه منفی ده میتونه به این صورت باشه که هر دو عدد عدد اول ماینس تو باشه فور اگزمپل عدد سوم هم خود 8 باشه بچه ها ایت تنها که این ماینز 8 روش اثر بذاره یعنی بشه نگتیو 8 و در نهایت دو عددی که سیم هستن با هم دارن یه جورایی جمع میشن اما علامت چیه؟ نگتیو هست و یکی از علامتاشون نوشته میشه و به همین صورت ما میتونیم این رو بنویسیم و جواب رو به دست بیاریم خب حالا بریم سراغ سوال بعدی Here are four numbers اینجا چهار تا عبارت ما داریم خب عبارت هایی که ما اینجا داریم ما میخوایم جوابمون بشه مثبت دوازده پس حتما حتما باید یه دونه عدد نگتیو اینجا ما بنویسیم مثلا for اگزمپل نگتیو 9 رو بنویسیم که جواب این دوتا بده مثبت مثبت 9 اون وقت هستش که ما عددی که این ور باید بذاریم هم باید باهاش جمع بشه بشه 3 اد 9 و بشه 12 3 اد 9 12 مثبت 12 خب امکان داره راه دیگه هم وجود داشته باشه و ما بتونیم عدد های دیگه ای رو بنویسیم میتونیم امتحان کنیم بچه ها عدد دیگه ای رو امتحان کنیم ولی باید شما در نهایت به همون عدد برسید و عدد دیگه ای رو اینجا نمیتونید قرار بدید خب بریم سوال بعدی Here are Here is a number Sequence find the missing numbers to continue the sequence یعنی متوالی بودن اعداد اعدادی که پشت سر هم هستن حالا با توجه به یه قانونی نو اومدن کنار همدیگه قرار گرفتن حالا یا بین اون فاصله بین اون اعداد یه اعداد مشخصی هست مثلا در نظر بگیریم فور اگزمپل اگر من میخوام از 11 به 6 برسم باید -5 رو اند. یعنی باید 5 تا ازش کم کرده باشم و دوباره اگر از 6 به 1 برسم باز باید 5 تا از 6 کم کرده باشم و در نهایت من میخوام حالا از 1 5 تا کم کنم ببینید در قبل از اینکه ما اعداد منفی رو یاد نگرفته باشیم تو ذهنمون می‌گفتیم خب ما اصلا چجوری میشه که ما از یک پنج تا کم کنیم اما حالا که اعداد منفی رو یاد گرفتیم به راحتی میتونیم اینجا بنویسیم ماینس 5 اد وان ایکوز ماینس فور یعنی از عدد یک یا به این صورت میتونم بنویسم هر دوتاش درسته یک ماینس 5 هر دوتا یه جواب میده اختلاف دارن It's not same same نیستن بچه ها یکی نیستن علامت ها پس از هم کم میشن علامت عدد بزرگتر که ماینس هست نوشته میشه جواب میشه ماینس فور. well done خب و بعدی دوباره باید همین ماینس فایوه توش اجرا بشه چون این سیکونس هست توالیش باید به یک شکیه اعدادی بهش اضافه بشه یا کم بشه که من اینجا باز مینویسم از ماینس فور من میخوام ماینس فایف کم کنم اینجا هم علامت هستن سیم هستن بچه ها با هم جمع میشن add together ناین ایگوز ناین و یکی از علامت ها رو مینویسم میشه ماینز ناین Well done. به همین صورت که الان بچه ها تو این عبارت میبینید من عبارت رو تونستم حلش کنم خب بریم سوال بعدی نمبر 7 here, is a, here is a number sequence find the missing number to the continue the sequence خب حالا باید روابط یا اون عددی که بین این باکس ها هستش رو بچه ها پیدا کنم خب بین 20 و 12 هر دوتا هم ماینس هستن ماینس 20 ماینس 12 هر دوتا نیگتیب نامبر هستن چه اتفاقی براشون افتاده باید اینها قانونا با یه عددی جمع شده باشن که از هم کم شدن و 20 شده 12 و اون عدد مثبت 8 هست بچه ها خب فاصله بین 20 تا 12 میتونیم اینجوری بگیم 8 تا نامبر هست اگه, اگه میخواین سوال کنید که من چه چجوری نامبر 8 رو به دست آوردم میتونم اینجا بنویسم براتون minus 20 add 8 equals minus 12 not same same نیستن different different هستن بچه ها از هم کم میشن علامت عدد بزرگتر که ماینس هست نوشته میشه به همین میزان برای عدد بعدی هم این باید ببینیم اجرا شده یا نه خب اگر من اینجا بنویسم ماینس 12 اد 8 جواب باز میشه ماینس 4 کم میشن 12 از 8 کم بشه میشه 4 تا و باز علامت عدد بزرگتر خب بریم سراغ بعدی بچه ها ببینیم برای بعدی هم in sequence برای های بعدی هم به همین صورت اجرا میشه یا نه پس من میام اینجا می minus 4 minus 8 ببخشی positive 8 بی اضافه 8 خب اینجا different not same پس از هم کم میشن 4 equals 4 علامت عدد بزرگتر مصبته نوشته میشه پس میشه مصبته چهار جواب و عدد بعدی مثبت چهار به اضافه هشت 4 at 8 equals 12 and then positive 12 چرا؟ چون اینجا باز سیم هستن نامبر ها علامت هاشون سیم هستش و با هم جمع میشن و یکی از اون علامت ها نوشته میشه به همین میزان ما میتونیم این عبارتمون رو داشته باشیم بسیار عالی صفحه بعدی گاهن میتونه به صورت نگتیو نامبر ها به صورت مسائلی از قبیل تمپرچر هم باشه مثلا ما میگیم دوای هوا منفی بچه ها شاید به گوشتون خورده باشه ماینس وان هستش پایین صفر هست بچه ها و اصطلاحاتی از این قبیل در مسئله شماره هشت 8... به این صورت اومده و عنوان کرده گفته The temperature in Glasgow one day was minus four زیرش خط میکشیم اعدادمون رو میگه دمای هوا در گلاسکو یک روز منفی چهار بوده Next day و روز بعدی The temperature was مثبت وقتی علامت نداره مثبت سه لاور میگه سه تا پایینتر رفته ببینید این اه, کلمه رو شما باید یعنی کمتر شده خب چطور میتونه کمتر بشه بچه ها work out the new temperature اگر اینجا من یه temperature بکشم و شما بخواین روی این داشته باشین این عبارت رو به این صورت یه لاین من داشته باشم این رو. و در نظر بگیرید این دمای هوا که اینجا 0 هست. 1, 2, 3 and then 4. اول ماینس 4 بوده اینجا بوده. حالا میگه 3 تا کمتر شده. پس من باید ادامه بدم این لائنم رو بچه ها. 1, 2 and then 3. ببینید 1, 2, 3. four, five, six, seven. Minus seven. رسیده به minus seven. و به خاطر این عبارتی که اینجا نوشته من عبارت هم رو باید به این صورت بنویسم. چون گفته کمتر شده من پس باید بنویسم minus three. و در جواب میشه minus seven. و عبارتمون به این صورت جوابش به دست میاد میگم این دوتا same هستن علامت هاشون با هم دیگه. same number هستن same علامت هستن با هم جمع میشن یکی از علامت ها نوشته میشه خب بریم سوال بعدی the temperature in London at midnight was minus 3 by 11 am the temperature had risen by 5 work out the temperature at 11 خب این معنی میده یعنی داره افسایش پیدا کرده بیشتر شده بچه ها یعنی در شب نیمه شب ماینس بوده اما پنج درجه هنگام صبح هوا گرمتر شده پس ببینید بچه ها اگر من بخوام لاینم رو بکشم از اینجا 0, 1, 2, 3 3 رو داشته باشم پنج واحد میخوام به سمت هوای گرم حرکت کنم ببینید پس بالا مثبت پایین منفی بالا مثبت پایین منفی تمبرچه به این صورته خب سه تا تا اینجا یک دو تا هم اینجا پس اینجا میشه نمبر تو میشمورم وان تو تری فور فایف میرسه هوا به مثبت دو درجه اگه بخوام عبارت رو بنویسم minus 3 add 5 ایکوز مثبت پازیتیو 2 و temperature یعنی دمای هوا در صد 11 رسیده به مثبت 2 بسیار عالی و در صفحه آخر آخرین مسئله رو میخوایم با همدیگه حل کنیم question 10 the table show the temperature in four cities on the day in january اینجا ما یه باکسی داریم و چهار تا شهر رو نوشتیم و دمای هواشون رو اومدیم با هم دیگه مقایسه کردیم لندن 3 نیویورک -2 توکیو 5 and oslo -4 خب حالا ببینیم از ما چی خواسته سوال اول قسمت اول رایت the name of the city with the یعنی از همه پایینتره تره بچه ها از همه پایینتر یعنی دمای هواش همه سردتره منظور اینه خب الان از بین این چهارتا این شهر چه از همه سرد چرا چون ماینس 4 هستش اصلو. خب چند درجه هست؟ ماینس فور سلسیوس درجه سانتیگراد خب work out the difference between the temperature in New York and then temperature توکیو میگه حالا تفاوت درجه دمای هوای بین نیویورک و توکیو رو بگو چنده نیویورک ما میدونیم ماینس توه توکیو فایوه اما تفاوتش وقتی میگه میگه یعنی از هم کمشون کن پس تفاوت بین دمای هواشون میشه ماینس سوین چرا؟ هم علامت هستن با هم جمع میشن یکی از علامت ها نوشته میشه خب The next day, the temperature in the New York increased by three. خب حالا به من بگیم روز بعدی دمای هوا در نیویورک اضافه میشه و میشه سه درجه مثبت سه خب چقدر بوده قبلا منفی دو بوده و روز بعدی میشه سه درجه work out the new temperature in New York و حالا بگو دمای جدیدش چند درجه است خب سه درجه افزایش پیدا میکنه یعنی گرم منظور اینه که گرمتر میشه وقتی که دما سه درجه گرمتر میشه قبلا منفی دو بوده سه درجه گرمتر میشه میشه مثبت وان درجه سلسیوس دمای جدید نیویورک خب ببینید عزیزان مسائلی که مربوط به اعداد منفی هست میتونه به صورت تمپرچر مطرح بشه میتونه بین، به صورت سیکوینس مطرح بشه و میتونه گاهن جمع و تفریق بین خود همون نامبر ها باشه که ما یا از نامبر لاین استفاده میکنیم یا از روش هایی که براتون توضیح دادم میتونید استفاده کنید در نهایت این هستش که ما باید تمریناتی داشته باشیم که بتونیم این مطالب رو بهتر و دقیقتر متوجه بشیم خب ممنون که همراه من بودید تا درود دیگر بدرود